الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آقایون طلبه ها، ما الان انقلاب و حفظ انقلاب یک امری است، تکلیف بسیار روشنی است، تردیدی درش وجود نداره. این انقلاب اگر صدمه ای بهش وارد بشه، خدایی نکرده، امام تو همون دهه اول انقلاب فرمود صدها سال اسلام دفن خواهد شد. ما الان استرابمون سری حجاب و عرض می شود ایناست؟ نه، ایشون فرمود اگر صدمه ای به این انقلاب بخوره، صدها سال، برای صدها سال این اسلام دفن خواهد شد. لذا باید با همه وجود انقلاب رو حفظ کنیم. خب حفظ انقلاب به چیه؟ بزرگان، احترام بزرگان رو در جای خودش داشته باشیم، دستورات رهبری رو کاملا رعایت کنیم، دستورات مراجع رو رعایت کنیم، اون جایی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم انجام بدیم. اشکال میبینیم به هر کسی هست، منتها به خیلی لسان دقیق صحیح اشکال آدم بیان بکنه. موفقیت های نظام رو بگیم آقا این نظام تو این 40 ساله این موفقیت رو داشته، این موفقیت داشته. ببینید باز این نکته ای که واقعا انسان وقتی فرمایشات رهبری رو میبینه و گوش میده، پی به مظلومیت نظام آدم میبره. دشمن دنبال این است که بگن آقا روحانیت کارایی نداره، اسلام کارایی نداره، دین کارایی نداره، دین نمیتونه حکومت بکنه. دیگه نمیان بگن آی خمینی بلد نبود، نمیگن رهبری بلد نبود، نمیگن این رئیس جمهور بلد نبود، این وزیر بلد نبود. میخوان بگن اسلام نمیتونه کارایی داشته باشه، اسلام نمیتونه معیار باشه. یعنی چه اسلام نمیتونه معیار باشه؟ یعنی قرآن نمیتونه معیار باشه. قرآن رو ببوسی بذارید کنار، نه تازه نبوسی، اون فکر باطل و فاسد اونها میگن بیاندازید کنار. مگه آتیش نزدن تو همین اختشاشا که خب طراحی شده از اینا؟ ببینید هدف اینه، هدف این است که الغا کنن ناکارآمدی دین را، نه ناکارآمدی این اشخاص را. خود همه اینا میدونن که آه بالاخره اینا برن کنار، حالا یه عده‌ای مگه اونای بیان سر کار؟ مگر اونها یه نبوغی دارن که این مشکلات اقتصادی که خیلیش هم ریشه بین المللی داره، جهانی داره، بخوان یک روزه حل کنن؟ مگه میشه؟ میدونن رو حس بکنن. ما تو جلساتمون، تو گفتارهامون، تو جلسات خانوادگی همه ابعاد رو در نظر بگیریم. امروز ما وظیفمون رو درست انجام بدیم. فرمودن جهاد تبیین واقعا بر همه ما فرضه، نه این که بگیم حالا این یه امر مستحبی، حالا شد نشد. ببینیم انقلاب چه آثاری داشته، چه اهدافی داشته، دنبال چه اهدافی ما هستیم. خب این عزتی که امروز وجود داره، این استقلالی که امروز وجود داره، خب نمیخوان، میخوان این کشور رو دوباره چپاول بکنن، میخوان منابع این کشور رو غارت بکنن، همه رو میخوان برای خودشون ببرن. صدها سال آمریکا و انگلیس و اروپا بردند و خوردن، الان هم دنبال این هستن. باز من یادمه اون موقع امام میفرمودن که دشمن برای 50 سال دیگه برنامه‌ریزی داره میکنه. داریم میبینیم الان برنامه‌ریزی‌هاشون رو،
طرح‌هاشون رو، توطئه‌هاشون رو. در هر صورت آیون خیلی مراقبت بکنیم، بی تفاوت مبادا بی تفاوت باشیم، بگیم حالا ببینیم چه خواهد شد. نه، ببینیم چه کار ما باید انجام بدیم، ما چه وظیفه‌ای داریم انجام بدیم. با مردم درست صحبت کنیم، کنار مردم باشیم. حالا به صرف این که یه جوونی رو فریبش میدن یا عرض میشود که تطمیعش میکنن برو یه عمامه رو بردار، بگیم خب حالا ما دیگه تو این خیابون بدون لباس بریم. اتفاقا من به بعضیا گفتم الان زمانی است که حضور ما با این لباس باید بیشتر باشه. حالا فرض کنید یه اهانتی هم بشه به ما، یه کتکی هم بخوریم، مانعی نداره، یه سیلی بخوریم برای اسلام، چه اشکالی داره؟ صحنه رو نباید ما الان خالی بگذاریم. البته امیدمون به خدای تبارک و تعالی است، امیدمون به دعای امام زمانه، امیدمون به همین خونه های شهداست، به همین باز این از برگه های زرین روحانیته که در دفاع از امنیت باز روحانیت الان حضور داره. الان هر روزی تلویزیون داره شهید رو، یکی از روحانیونی که در این قضایا شهید شده، اینا برای ما افتخاره و اینا برای ما حجت هم هست. خب یه طلبه تو میدان هست شهیدم میشه. خب باید حفظ کنیم و مراقبت بکنیم و انشالله به برکت خونهای شهدا، به برکت رهبری معظم انقلاب و کنارش هم دولت باید قوی عمل بکنه. منم مکرر گفتم مردم انتظار دارند یک حرکت دقیق، یک حرکتی که واقعا یک مرهمی بر مشکلات اقتصادی مردم باشه. هر روز گرانی، خب این بالاخره باید تدبیری باشه، باید یک وزرای قوی باشن، افراد قوی باشن. نمیشه همینطور به مردم بگیم خب آقا، خب میگن بالاخره این مشکلات ما رو حل کنید. بیکاری، آخه این واقعا خنددار نیست؟ ما بیاییم بگیم معیار اشتغال 1 ساعت در هفته است، میخنده دنیا به ما. بعد رو این معیار میگن آمار بیکاری امسال از پارسال کمتر شده. آخه چه معیاریه؟ ما بگیم اگر کسی در هفته 1 ساعت اشتغال، کجا این درسته؟ خب این معلوم شه تولید وضعش خرابه، معلوم شه بیکاری روز به روز داره زیاد میشه. حالا این روزان به خاطر مصالحی فیلترینگ درست شده که بایدم بشه، خب همینا این مشکلات ایجاد کرد، باز چقدر بیکاری اضافه شده. آیون مردم باید بدانن که روحانیت همانطوری که پای انقلاب محکم ایستاده، جانشون رو برای انقلاب میدن. و من الان عرض بکنم اگر امروز بنا باشه برای این انقلاب شهید داده بشه، خون داده بشه، باز روحانیت در صف اوله بدون هیچ تردیدی. حوزه ما، طلبه های ما، اساتید ما، بزرگان ما همه این نظر رو دارن، ولی باز کنار این مردم باید احساس کنن یک طلبه چشمش رو نبسته و بخواد از همه چیز این نظام دفاع کنه. اگر یک جایی ماموری خطا کرد اونجا باید گفت، اگه اشتباهی شد. خب شما ببینید این کار بسیار حکیمانه که رهبری انقلاب انجام دادن، هیئتی رو فرستادن سیستان و بلوچستان دلجویی از افرادی که اونجا کشته شدن و اصلا بررسی، حالا باز من این رو دارم از تعبیر راه نماینده ایشون دارم عرض میکنم، بالاخره توی این حوادث افرادی به ناحق از بین رفتن اونجا. خب افرادی به ناحق از بین میرن اونجا، خارجی ها شروع میکنن به سوء استفاده، بعضی از این مولوی های اینها هم که نون این انقلاب رو خوردن و به برکت این انقلاب یه اعتباری پیدا کردن، اونا سوار بر این موج میشن و عرض می شود که
حرفای خیلی عجیب و غریبی میزنن که حالا این در جای خودش باید مطرح بشه. میخوام عرض کنم آقا مردم باید احساس کنن که روحانیت واقعا کنار مردم، کنار مردم واقعی، نه اختشاشگر. اون کسی که میاد روسری رو بر میداره، این داره اعلام میکنه من با دین خدا مخالفم. اون وقت چطور یه روحانی میتونه بیاد از اون حمایت بکنه؟ اون روحانی که از این شخص حمایت میکنه خودش بدتر از اینه. ما با اون کسی که با حکم خدا مخالفت میکنه 100% روبروش وای میسیم بدون هیچ مسامحه ای. حکم خداست، اصلا با اون تعارفی نداریم، ولی با مردم و خودمون رو شریک گرفتاری های مردم بدونیم. مردم باید بدونن این مشکلات گرانی فشارش در قشر روحانیت برای درصد بسیاری از روحانیت بیشتر از مردمه. اینا رو بدونن مردم. کنار مردم باشیم، فریاد مردم باشیم، ما فریاد مردم واقعی، مردمی که خودشون پای این نظام هستن اصلا. اما اونایی هم که دارن اختشاش میکنن، اونایی که فریب خوردن، همین که رهبری هم در جلسه دیروز فرمودن نکاتی رو، بالاخره آقایون باید روحانیت در این گونه قضایا و حوادث حضور بیشتر داشته باشه، با مردم ارتباط داشته باشه، حقایق رو با مردم بیان بکنه. کنار نکشیم، وقت کنار رفتن و کنار کشیدن نیست، که هدف اصلی دشمن همینه. اونا برای اینکه بخوان دین رو کنار بذارن میگن اول روحانیت رو حذفش کنیم، تردش کنیم، مایوسش کنیم. مگر نیامدن تو همین حوزه های ما از زبان بعضی از همین اما به سرها یا در تهران یا در قم گفتن آقا حکومت ولایت فقیه حکومت ناکارآمده، دین نمیتونه حکومت بکنه. دشمن اول این قدم ها رو انجام داده، الانم باز در این بخشم باز مایوس نیست، داره کارشو میکنه، حالا یه مراحل دیگه هم داره کار میکنه. باید انشالله دعا بکنیم هر چه زودتر این فتنه و این مشکل انشالله برطرف بشه و این نظام استقرار پیدا بکنه. باید اون وعده هایی که امام به مردم داد، وعده ها و امیدهایی که رهبری به مردم دادن، که واقعا مردم در سایه این نظام یه آرامشی داشته باشن، امنیت داشته باشن، رفاه داشته باشن، معنویت داشته باشن. آقا ما از اول که انقلاب کردیم برای اون معنویت داشته باشیم. حالا آدم از افرادی بشنوه که آقا چه اشکالی داره حالا یه بخشی از جامعه هم حجاب نداشته باشن؟ خب البته کسی نمیخواد با زور این کارو بکنه، ولی آیا حکومت اسلامی بی تفاوت باشه؟ بگی خیلی خوب، یه بخشی از جامعه حجاب نداشته باشن، یه بخشی از جامعه هم برن دنبال شرابخوری، یه بخشی از جامعه هم برن دنبال فساد، یه بخشی هم برن دنبال قمار، یه بخشی هم برن دنبال فسخ و فجور دیگه، پس چی شد؟ نه، حکومت در این بحث حجاب و نظام اسلامی با آیات قرآن اثبات کردم حاکم اسلامی موظف است به این که رصد کنه و دنبال اجرای احکام باشه، اما کیفیت اجرا خودش یک راه‌های منطقی و راه‌های عقلایی میخواد. خب امروز الکلام یا جرور کلام شد و حالا این بحث مطرح شد، مانعی هم نداره انشاءالله که خدا ثواب این بحث رو بیش از ثواب درس برای ما قرار بده. و صلی الله علی محمد و